فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که آیا کسی که جنوب شده میتواند دست به قرآن بزند و قرآن را بخواند؟ در مورد جنابت من بارها این مسئله را توضیح دادم خدمت بینندگان عزیز که جنوب یک سری احکامی را دارد و اساسا تعریف جنابت یعنی حالتی هست که انسان با آن باید غسل بکند. ما دو نوع حدث داریم، یعنی ناپاک، دو نوع ناپاکی هست، یکی ناپاکی اصغر هست، حدث اصغر، و دیگری حدث اکبر. حدث اصغر یعنی بیوضو شدن، دستشویی رفتن یا شکستن وضوع انسان، که از این تعبیر میکنند به حدث اصغر. برای رفع حدث اصغر و برای بیوضوی وضو کفایت میکنه، انسان وضو بگیرد کفایت میکند و انسان در واقع پاک میشود. و برای حدث اکبر حتما باید غسل بکنند. برای بیوضوی کافی است که اعضای وضو رو بشورند، و برای حدث اکبر که جنابت هست این کل بدن رو باید بشورند. و حدث اکبر با چند چیز حاصل میشه، یعنی انسان جنوب شدنش از چندین چیز هست. یکی این که خروج منی باشه. خروج منی تفاوتی رو نداره که زن باشه یا مرد باشه، خروج منی چه مرد چه زن باشه، در حالت بیداری یا در حالت خواب، هر دو مورد یکی هستند. حکمشون این است که انسان در واقع جنوب می شود، یعنی این که منی از انسان خارج بشود. و تعبیر منی امون آب غلیظی هست که در واقع شهوت انسان و غریزه جنسی انسان به صورت کلی در واقع شکسته می شود. و تفاوت داره با مزی یا ود که دو مورد جداگانه هستند. مزی یا منی در واقع اگر تعبیر درستی باشه به معنی ارضای نهایی انسان هست. در این صورت غسل واجب می شود یا با همبستری کردن در میان زن و شوهر، و در صورتی که کاملا همبستری با هم دیگر کرده باشم، از هم دیگر کامجویی کرده باشند، با بغل کردن و با بقیه موارد غسل لازم نمی شود. یا اینکه انسان در خواب هست احتلام بشود، خوابیده احتلام می شود، خواب می بیند و احتلام می شود. اگر بیدار شد و آثار احتلام بود باید غسل بکند، اگر آثار احتلام نبود غسل بر اون لازم نیست. این مواردی هست که غسل بر انسان واجب می شود. اما زمانی که غسل بر انسان واجب شد چی چیزهایی بر انسان حرام می شود؟ 5 مورد هستند که برای شخص جنوب جایز نیست که این کارها رو انجام بدهد. یک از اونها نماز خواندن هست. نماز خواندن تحت هیچ شرایطی برای فردی که در حالت جنابت هست این جایز نیست. در آیه وضو در آخرش الله متعال میفرماید و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنوب بودید و میخواستید نماز بخونید فتطهروا، یعنی خودتان را کاملا پاک بکنید، یعنی اینکه غسل بکنید. این نماز خوندن مورد اولی هست. مورد دومی طواف کردن هست، بنابر حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی که گفتند که الطواف بالبیت صلاتون، طواف به خانه کعبه مانند نماز است، حکمش حکم نماز است. پس بنابر این مورد اول نماز و مورد دوم طواف است که جایز نیست. و مورد سوم دست زدن به قرآن کریم هست. دست زدن به قرآن کریم هم جایز نیست. در این زمین از آیه قرآن هم استدلال کردن برخی از علما که لا یمسو الا المتحرون، و دلیل قوی ترش حدیث امر ابن حزم هست که در اون اومده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یمسو القرآن الا طاهرون، که قرآن را کسی نباید دست بزنن مگر انسانی که پاک است. پس بنابر این مورد سوم هست. و مورد چهارم قرائت قرآن هست، هم دست زدن به قرآن و هم قرائت قرآن، که اینم جایز نیست. بنابر حدیثی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت کرده و در مسند احمد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر حالی قرآن را به ما یاد میداد مگر اینکه در حالت جنابت باشد. این مورد چهارم هست. و مورد پنجم ماندن در مسجد هست، یعنی این که انسان در حالت جنابت در مسجد بنشیند و در اونجا در واقع ماندگار باشد، اینم جایز نیست. عبور کردن از مسجد اشکالی رو نداره که الله متعال میفرماند که ولا تخرب الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، زمانی که نشستید وارد مسجد و مشغول نماز نشوید. ولا جنبا الا عابري سبيل حتی تغتسلوا، و نه در حالت جنابت، در حالت جنابت هم وارد مسجد نشوید مگر آنکه غسل بکنید. پس بنابراین شخصی که جنوب هست این 5 مورد رو نمیتونه انجام بده. نماز خوندن رو
طواف کردن را، دست زدن به قرآن و قرائت قرآن و ماندن در مسجد. این موارد اتفاقی هست در میان فقها و مذاهب اربعه که این کارها را نمیتواند انجام بدهد. منتها یک مورد دیگری هست و سوء تفاهمی در میان مردم جا افتاده که گمان میکنند انسانی که در حالت جنابت هست این نجس است. مثل اون موردی که من قبلا عرض کردم در برای کسی که شراب خورده باشه، نجاستش نجاست ظاهری نیست، حتی خود نجاست خمر و شراب هم نجاست ظاهری نیست، بلکه نجاست معنوی هست. با جنوب شدن انسان نجس نمی شود، درست هست ناپاک می شود و حدث اکبر هست، نماز خوندن و این مواردی که عرض کردم جایز نیست، اما بدین گونه نیست که نجس بشود، به هر چیزی که دست بزند یا عرقش آب دهانش همه رو ما نجس حساب بکنیم. جالب هست در روایتی که در صحیح بخاری هست از سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده، میگوید که من یک روزی همراه با رسول الله در کوچه بودم، اتفاقا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردم و دست منو گرفت و با هم رفتیم یک جایی. در همین راه که من میرفتیم من از دست رسول الله فرار کردم، یعنی یک به حالت پنهانی در رفتم و رفتم و بعد از اون اومدم دوباره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. انگار رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شد که ابو هریره غیبش زد و بعد از این که دوباره اومد گفت ابو هریره کجا بودی؟ گفت یا رسول الله حقیقتش این است که در حالت جنابت بودم و گفتم که مناسب نیست همراه شما بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سبحان الله. واقعا جالب از جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم، سبحان الله ان المؤمن لا ینجس. سبحان الله، مؤمن نجس نمیشه، ناپاک هست، اما این ناپاکی یک حکم معنوی هست، بدن ظاهر بدن انسان نجس در واقع نمیشه. پس بنابراین کسی که در حالت جنابت هست هیچ گونه اشکالی نداره، خوردن جایز هست، نوشیدن جایز هست، برای زن جایز هست که به نوزاد خودش شیر بدهد، برای زن جایز هست که آشپزی بکند یا کارهای دیگری که هست، هر کاری را مطلقا میتونه انجام بده به جز این مواردی که خدمت شما من عرض کردم. منتها سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در چنین موارد این بوده که در واقع بعد از جنابت غسل وضو می گرفتند. یعنی اگر کسی بعد از جنابت بخواهد که بخورد یا بیاشامد یا اینکه کار دیگری رو انجام بدهد، مسنون هست که وضو بگیرد، لازم نیست که غسل بکند. اگر وضو بگیرد اولاتر و بهتر است، اگر وضو هم نگیره بازم خوردن و آشامیدن هیچ گونه اشکالی رو ندارد. خوابیدن در حالت جنابت کاملا جایز هست، انسان سر شب اگر جنابتی به اون دست داد میتونه تا وقت سحر تا وقت نماز صبح در حالت جنابت باشد، هیچ گونه گناهی بر اون نیست و مرتکب خطایی نشده. اما در هر صورت سنت هست و مستحب این است که انسان در حالت پاکی باشه، سعی بکنند که زودتر اون حالت جنابت و ناپاکی را از خودشون دور بکنند، اما اگر به تاخیر افتاد هیچ گونه گناهی و معصیتی شمرده نمیشه.